در ایران باستان نیز حجاب سختی رایج بوده است. ویدورانت می نویسد زنان شوهردار حق نداشتند هیچ مردی را ولو پدر و یا برادرانشان باشد ببینند. در نقش هایی که از ایران باستان به جای مانده هیچ صورت زنی نیز دیده نمی شود و نامی از ایشان به نظر نمی رسد. و اما حجاب در روزگار تیره رضاخانی. رضاخان قلدر که شیفته فرهنگ منحط غربی شده بود و نجات کشور از عقب افتادگی صنعتی و توسعه مادی را تنها در تقلیدی بی چون و چرا از فرهنگ منحط غرب می‌دانست، به مبارزه همه جانبه علیه سنت‌ها و آداب و رسوم ملت ایران که عموماً از فرهنگ ناب شیعی نشأت می‌گرفت دست زد. یکی از اقدامات شوم و گستاخانه وی صدور فرمان کشف حجاب بود که نماد اقدامات او در غربی سازی کشور است. محمد رضا شاه در اوج سرسپردگی به دول غربی و شیفتگی از فرهنگ آنان تا جایی به ذلت تن داد که به عنوان پیش قدم زدن در اجرای این فرمان، حجاب را از سر و روی فرح پهلوی همسر خود برداشت و با این اقدام در درون دربار الگوی منحط برای زنان و دختران ایران ایجاد نمود. در همین راستا و با تصمیمی از پیش تعیین شده، سرسپردگان کاخ شاهنشاهی و جیره‌خواران خزانه پهلوی مهر رسوایی بر پیشانی خود زدند و زنان و مادران و خواهران خود را به کشف حجاب به نوع غربی الزام کردند. رفته رفته این فرهنگ در رسانه‌های عمومی کشور همچون سینما و تلویزیون و روزنامه‌ها که غالباً تحت سیطره دربار بود، به صورتی گسترده ترویج شد